در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. Advanced Eye Surgery Clinic 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از Advanced Eye Surgery Clinic، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. Advanced Eye Surgery Clinic مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در Advanced Eye Surgery Clinic هستیم. شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، امید من آن است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی هر هفته روزهای شنبه ساعت 12 تا 1 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه که تقریباً 8:30 صبح روز دوشنبه به وقت ایران خواهد بود. طبق روال همیشگی برنامه ابتدا صحبتی خواهیم داشت در مورد یکی از معضلات چشم پزشکی و در قسمت دوم برنامه شما به سوالات شما عزیزان در حد بذات برنامه پاسخ خواهم گفت. نگفته نماند که خوشبختانه امروز ما ساعت 2 تا 3 بعد از نیم روز برنامه پرسش و پاسخ داریم و دوستان اگر در این برنامه فرصتی نکردن، فرصتی نداشتن تا سوالاتشون رو مطرح کنن، ساعت 2 تا 3 بعد از نیم روز، یعنی همین امروز بعد از اینکه این برنامه تمام شد، به رادیو ایران تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن تا سوالاتشون رو پاسخ بدن. خب اجازه فرمایید که من به یه چند نکته اشاره کنم و بعد برویم سراغ سوالاتی که شما مطرح میکنید. دوستان عزیز یادتون باشه که وقتی که شما به چشم پزشکتون مراجعه میکنید یا پروسیجری براتون انجام میدن یا عملی انجام میدن، چشم شما خیلی خوب میشه، این به معنی پایان داستان نیست. به معنی این هستش که به هر حال چشم شما تحت عمل یک جراحی قرار گرفته و بایستی آن‌آف یا حداقل سال یک بار یا 6 ماه یک بار یک بررسی مجدد بشود و به همین دلیل من توصیه میکنم که واقعا هرگز کوتاهی نکنید در این مورد. برای اینکه به این مسئله بپردازم یک کیسی رو براتون مطرح میکنم تا بیشتر متوجه بشید. سالها قبل، شاید مثلا 5-6 سال قبل، مریضی رو من تحت درمان گلاکوما با لیزر قرار دادم، SLT Selective Laser Trabeculoplasty، که یکی از درمان‌های رایج برای درمان گلاکوما است و خیلی هم خوب جواب داده می‌شود. و به همین دلیل خب البته ایشون مریض سالیان من بوده است
و خیلی خوب جواب داده به درمان لیزر، خوشحال رفته. قبلا هم کدرک ایشون عمل شده. مریض میراد بعد از چند سال مراجعه میکنه با سردرد، تاری چشم و اشکالات زیاد و متوجه میشم که دوباره فشار چشم مریض بالا رفت، یعنی اثر لیزر از بین رفته و فشار چشم چپ به حدود نزدیک 40 رسیده است و نصف میدان بینایی از بین رفته. خب اون نصفی که از بین رفته که دیگه قابل بازگشت نیست، یعنی بیمار در ظرف این چند سالی که مراجعه نکرده در حقیقت به قیمت از دست رفتن تقریبا یک چشمش تمام شد، در حالی که به مریض توصیه شده بوده که هر 6 ماه یک دفعه بایستی مراجعه کنه و همه چیز بررسی بشه، فشار چشم، میدان بینایی، ته چشم، عصب بینایی، تا مطمئن بشیم که همه چیز بر اساس درستی داره پیش میره. ولی متاسفانه این بیمار رعایت نکرده این مسئله رو و این مشکل برش پیش اومد. به همین دلیل این مسئله باعث شد که من این مطلب رو مطرح کنم که خواهش میکنم اولا که همه آدم ها بعد از سن 50 سال حداقل سالی یک بار بایستی به پزشک داخلی شما، چشم پزشک شما مراجعه کنم. ببینید شما وقتی که درایو میکنید یک اتومبیل رو حداقل 6 ماه یک بار بایستی برای سرویس ببرید، حداقل طبق دستور کمپانی. خیلی جالبه شما اگر با این اتومبیل تصادف بکنید و ببینن که شما 2-3 تا سرویستون رو انجام نداده اید، شما در اون تصادف به اصطلاح بازنده خواهید بود. نمیدونستید اینو؟ نمیدونستید مطمئنه. بنابراین اونایی که خب اتومبیل میگیرن از کمپانی، حالا اتومبیل یوزد رو من نمیگم، اتومبیل نو رو عرض میکنم، حالا شما وقتی یه اتومبیل رو شما 6 ماه یک بار بایستی به اصطلاح ببرید و سرویس کنید، چطور بدن خودتون رو فراموش میکنید؟ بنابراین این رو فراموش نکنید و حتما مورد توجه قرار بدهید و معاینه سالیانتون رو حداقل انجام بدهید. کسانی که در خانشون سابق بیماری های چشمی مثل گلاکوما، مکلار دیژنریشن، آپتیک اتروفی، رتینال دیتچمنت وجود داره و اینکی هستن، اینا حداقل سالی یک دفعه حتما بایستی معاینه بشن. همه آدم ها بعد از سن 50 سالی یک بار معاینه بشن. حالا اگر کسی گلاکوما پیشرفته داره یا مکلار دیژنریشن داره، بر حسب نیاز ممکنه طبیب ازش بخواد ماهی یک دفعه مراجعه بکنه یا چند ماه یک دفعه یا 6 ماه یک دفعه، مثلا برای مکلار دیژنریشن واسه هر ماه بره و تزریق بکنه. پس بنابراین این نکته رو آویز گوشتون بکنید که مثل این مریض من دچار این مشکل نشوید و از اینکه مراجعه نکرده اید پشیمان نباشید. اما کیس جالب دیگری که ما داشتیم، البته مال قبل هستش ولی مطرح کردنش خیلی جالب، خانم 60 ساله مراجعه میکنه برای امتحان سالیانه چشمش. این خانم هیچ مشکلی نداشته، قبلا هم کدرکتش عمل شده بوده، لنز براش گذاشته شده بوده و هیچ مسئله مشکلی هم نداشته، راحت هم بوده، راضی هم بود. فقط برای معاینات سالیانه مراجعه میکنه. البته خب برای اولین بار است که مطب من مراجعه میکنه، قبلا مریض در یک به اصطلاح استیت دیگری بوده است. فقط شکایتش اینه که من وقتی که دارم نگاه میکنم، دخترم میگه شما وقتی به چپ نگاه میکنید یه لکه قرمز من تو چشمت میبینم، در چشم راستت میبینم، ولی من مشکل خودم ندارم. وقتی معاینش میکنیم تنها چیزی که جلب توجه خوب وقتی یه همچین حرفی مریض میزنه، ما یک مطالبی به ذهنمون خطور میکنه، خیلی توجهمون به هر حال بیشتر میشه، چون ببینید بیان هر کلمه‌ای که مریض می نماید، یعنی هر کلمه‌ای که از دهان مریض بیرون میاد برای ما یک کهکشان معنی داره. اگر مریض بگه که من یه پرده خاکستری در گوشه راست چشمم میبینم، برای من خیلی معنی داره. مریض بگوید که مثلا با حرکت چشمم نقطه قرمز میبینم یا کسی این نقطه قرمز رو میبینه در چشم من، این برای ما خیلی
مفهوم داره. اگه مریض بگه من یک چشمم دائم قرمزه ولی چشم دیگه هم خوبه، خب برای ما یک کهکشان به اصطلاح اطلاعات به همراه میاره. بنابراین یادتون باشه وقتی که مراجعه میکنید به این نکات توجه داشته باشید. خب مریض معاینه شد، تنها چیزی که در معاینش من دیدم اینه که در همون چشم راستش در یک قسمتی از کناره به اصطلاح اسکلرا، در کناره لیمبوس یعنی بین قلبی و اسکلرا، قرمزی نسبتا زیادی همراه با رگ‌های برجسته که ما بهش میگیم سنتینل وسلز، وسل‌های به اصطلاح سنتینل دیده میشه. و بعد در معاینه داخل چشمش در همون منطقه در روی آیریسش کم برجستگی و ناهمواری زاویه میبینم. خوشبختانه ما دستگاه یو بی ام داریم در مطب، بلافاصله چون من مشکوک میشم به اینکه ممکن اونجا یه مسی وجود داشته باشه، یو بی ام میشود و تشخیص یک تومور اونجا دیده میشه. خب وقتی که شما یک تومور اونجا ببینید میدانید که این تومور مال سیلری بادی، سیلری بادی عضلاتیست پشت آیریس که کار تطابق رو انجام میده و شایدترین تومور این هم ملیگن ملانوم است، ملانوم بدخیم. ملانوم بدخیم هم کشنده ترین سرطان بعد از سرطان پنکراسی. بنابراین بلافاصله با به اصطلاح افتالمیک آنکالوجیست تماس گرفته شد، این صحبتی که من میکنم برای 6 ماه پیش تماس گرفته شد، ایشون رو فرستادیم، ایشون هم بررسی کردن، تایید کردن بله این ملیگن ملانوم است. با به اصطلاح میدونید که امروزه اینها رو جراحی نمیکنن، اینها رو با نوعی ریدیشن خاص، یک پلاکی هست که در داخل تومور قرار میدن با یه جراحی کوچیک و این ریگرشن پیدا میکنه، خیلی راحت جمع میشه و از بین میره. به اصطلاح یک نوع به اصطلاح آیودین چیز هستش، آیودین پلاک هستش که ریدیشن میکنه، 1-125 پلاک هستش. بعدم بیمار پت شد، پت اسکن شد، خوشبختانه این بیمار متاستازی در جای دیگری از بدنش نداشت. ولی به هر حال میبینیم که مریض برای یک معاینه ساده مراجعه میکنه ولی یک کهکشان پشت این یک معاینه ساده است. یعنی اگر ایشون شاید 6 ماه بعد مراجعه میکرد و متاستاز میداد، مرگ ایشون در 2 سال فرا می‌رسید، ولی خوشبختانه متاستاز نداشت و من مطمئن هستم که ایشون عمر طولانی، گرچه گفته شده است که به اصطلاح در 10 سال مرگ کسانی که ملیگنت ملانوما در سیلری بادی دارن یه چیز حدود 30-40% هستش، ولی چون متاستاز نداشت احتمالاً عمر این فرد طولانی‌تر خواهد بود و این یک موفقیت بسیار بزرگ برای بیمار و برای پزشک است که مریضش رو از مرگ نجات داد. بنابراین میبینید که خب اگر ایشون 2 سال بعد میومد که دیگه فکر نمیکنم به هیچ ما زنده میموند. معاینات سالیانه واقعا خیلی نجات بخش است و فراموش نکنید. اجازه بدید که با یکی از دوستان صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم از شگفتی های جان چشم پزشکی، بفرمایید. استاد خسته نباشید، خیلی ممنون که برنامه برای ما ایرانی ها دارید. آقای دکتر من چشمم همی گلوکوما دارم، همی هم دوتا چشمم کترک عمل کردم. گلوکوما هم 2 سال پیش خود شما زحمت کشتید برام لیزر انجام دادید. بله. بعد الان بعد 2 سال که مرتب من اومدم دکتر رفتم، فشار چشمم خوب بوده ولی این دفعه که رفتم رو 22 23 بود که قطره دکتری که تو شهرمون رفتم داده برای رستاپرست و تیمولول. بعد اینا رو من مرتب میریزم که فشار بیاد حالا پایین دیگه، چون چک نکردم هنوز نمیدونم چقدر اومده پایین. طبق دستور خودتونم همون تیمولول همین صبح میزم همین عصر. بعد الان چنیدم برای گلوکوما یه آمپولی سایپورا هست
که برای پیش جلو پیشرفت گلوکوما رو میگیره. میخواستم اینم همچه چیز واقعیت داره و در ضمن شما فرمودید آقای دکتری هست که متخصص گلوکوما هستن، البته خودتون فوق تخصص و ایرشته هستید، ولی فرموده بودید یه همکاری میاد با امون تو مطب، از کی میاد؟ بسیار ممنون، اتفاقا مطالب بسیار زیادی رو مطرح کردید و فراموش کردم من اول برنامه عرض کنم که آقای دکتر نصیری متخصص گلاکوما که استاد دوهینی آی اینستیتوت استاد دانشگاه هستند به جمع ما پیوستن. این پنجشنبه اولین بار بود که ایشون اومدن، تعدادی از مریضای گلاکومایی ما رو دیدن. من فوق تخصصم کورنیاست، گرچه گلاکوما هم میبینم، تشخیص میدم، درمان میکنم، ولی خب جراحی های گلاکوما رو من انجام نمیدم. ولی از این به بعد خب چون ایشون حضور دارن دیگه من هیچ مریض گلاکومایی رو نمیپذیرم و نمیبینم و ایشون هر پنجشنبه فعلا میان تا بعدن یواش یواش کارشون رو در دانشگاه کم بکنه و به ما بپیوندن. بنابراین آقای دکتر نریمان نصیری بسیار بسیار دانشمند هستن، بسیار بسیار باسوادن و کارشون رو شروع کردن در به انستیتوی ما ادوانس های سرجری کلینیک و اگر دوستان گلاکوما دارن حتما زنگ بزنن، وقت بگیرن با ایشون مراجعه بکنن، من مطمئن هستم که نتیجه خواهند. اما در مورد خودتون بسیار ممنونم که داستان رو خوب تعریف کردید. یادتون باشه وقتی ما لیزر میکنیم، لیزر در چشمهای متفاوت اثر متفاوت داره. من مریضی دارم که 15 سال پیش لیزر شده، هنوز فشار چشمش کنترله. مریضی هم دارم که 1 سال بعد متاسفانه فشار چشمش دو مرتبه رفته بالا. وقتی ما میتوانیم دوباره یک بار دیگه هم لیزر بکنیم، معمولا گفته شده است بعد از 1 سال اگر دوباره فشار چشم بالا برود می توانیم لیزر بکنیم که برای شما اگر لازم باشه می شود این کار رو کرد. اما در مورد اون آمپول، آمپول نیست، یک به اصطلاح ترکیبی است از همین ترکیبات داروهای ضد گلاکومایی که به شکل یک داروی خشکی، به شکل یک به اصطلاح سیلندر بسیار بسیار کوچک مایکروسکوپی با یک سوزن تزریق میکنیم در داخل چشم، توی آفیس تزریق میکنیم در داخل چشم و معمولا تا 6 ماه فشار چشم رو پایین میاره و احتیاجی به استفاده از دارو نیست و هر 6 ماه یک بار، یعنی سالی 2 دفعه این کار رو که انجام بدهیم بیمار میتوان گفت که فشار چشمش تحت کنترل هست. این دارو با توسط بیمه کاورد هست و اگر دوستانی گلاکوما دارن که نمیتوانن داروی گلاکوما مصرف کنن یا به هر دلیلی، فرض کنم مریضی دارم که آلرژی دارن نسبت به داروهای گلاکوما، خب برشون تزریق کردم و هر بار میاد فشارشون رو کنترل چک میکنم، فشارشون کنترله، خیلی هم خوب و راضی هستن. به خصوص یک مریضی داشتم که ایشون وحشتناک بود حساسیت چشم ایشون نسبت به داروها. هر کدام از داروهای چشم رو، گلاکوما رو که ما روی این بیمار ترای کردیم، ایشون فرداش با یک اگزمای شدید، ورم دور چشم به شکل 2 تا به اصطلاح عینک کلوفت در اطراف چشمش مراجعه میکرد و واقعا من درمانده شدم که چه بکنم که خوشبختانه این دوریستا وارد شد و من براش دوریستا رو تزریق کردم، همه چیز خوب شد. الان هر بار میاد میگه واقعا معجزه کردید، این چه داروست؟ گفتم خب دارو هست ولی دارو مشکل یه مقداری، برای اینکه بیمه خیلی سخت چالش باید بکنیم با بیمه تا پولش پس بگیم، چون ما خودمون با این دارو رو $2000 باید بدیم بگیریم برای هر اینجکشنش، تزریق کنیم، بعد بیمه مثلا چند ماه بعد اونم تیکه پاره پول ما رو پس بده. ولی به هر حال میکنیم این کار رو برای مریض، چاره ای نداریم، برای اینکه بعضی از مرزه واقعا واجبه برشون این کار انجام بشه. ولی به هر حال در جواب سوالتون بله این هست و می شود تزریق کرد و اگر بخواید مراجعه کنید تا براتون تزریق بکنم، حتما این کار رو می توانید بکنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم، فعلا داروهای ضد گلاکوماتون رو بدون وقفه ادامه بدهید تا بیاید من و یا آقای دکتر نصیری رو ببینید تا براتون اگر خواستید دوریستا رو براتون تزریق.
آقای دکتر، یه قطره هست از اشک مصنوعی CEQUA. بله، سکوا. سکوا این برای من که گلوکوما دارم به عنوان اشک مصنوعی میتونم بریزم؟ سکوا مثل همون رستیسیسه، ولی قوی تر از رستیسیسه، خیلی چیز خوبیه و حتما استفاده بکنید. روزی دو بار باید بریزید، البته باید حداقل 4 هفته بریزید تا اثرشو ببینید، و اگر بیمتون کاور باشه که حتما توصیه میکنم استفاده بکنید. بعد آقای دکتر دیگه من او سیستئین نریزم؟ قبلا میریختم، به جاش ای بریزم؟ به جاش فعلا سیکوا رو بریزید تا ببینید. بعد باید بذارم تو یخچال؟ ببینید، من همیشه به بیمارا میگم اجباری نیست هیچ داروی چشمی اجبارا در یخچال بگذاریم، ولی وقتی داروها سرد هستن اثرشون بیشتر از وقتی است که توی تاقچه هستن. پس بنابراین اگر توی یخچال باشه شما سود و بنفیت بیشتری از داروها میگیرید تا اینکه گرم باشه. پس بنابراین بذارید توی یخچال. یه قطره من میتونم 2 روز استفاده کنم توی یخچال؟ بله حتما. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه آقای دکتر. با سپاس از تلفنتون. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم از شگفت‌های جهان چشم پزشکی. بفرمایید. سلام دکتر، خسته نباشید. مرسی دکتر. من 2 سوال ازتون دارم. یکی اینکه می‌خواستم بگم بابام دیابت داره، یکی از چشماشون، من حالا اصلا می‌گم اصطلاح پزشکیشو بلد نیستم، یکی از چشمای خونریزی می‌کنه، ما به دکتر مراجعه می‌کنیم، دکتر بهمون میگفتن که لیزر یا حالا مثلا سوزن تعریف تزریق می‌کنن تو چشم بابام، حالا نمی‌دونم چی بوده، تا اینکه دکتر گفت که شبکه از چشم جدا شده، باید عمل شبکه‌ای بشه. بابام عمل شبکه‌ای شد، پیوند یعنی شبکه‌ای رو وصل کردن، بعد گفتن که خونه را ما یکم خون بوده، خونه را پاک کردیم، یه مایه هم به چشم بابا اضافه کردم که چشمشون خونریزی دیگه خونریزی نکنه. سوال اول هم اینه که این مایه الان حدود 6 ماه تو چشم بابا من، بعد اینکه مثلا دیدشون نسبتا خوب نیست، میگه انگار که مثلا یه چیز مثلا از تو لیوان دارم نگاه میکنن و یه دونه ریزم تو چشم هست. ما هر سری که به دکتر مراجعه کردیم دکتر میگن که نه، این مایه برداشته نشه، باید بمونه اینا، و حالا اون یکی چشم بابا من در اثر دیابت هی داره دوباره خونریزی میکنه و دقیقا همون روالی که اون یکی چشمش بوده رو داره. خواستم بگم هیچ راهی به غیر از تزریق یه عملی یه نام یه چیز دیگه ای نیست که حداقل این چشم به خرابه و یکی نشه را. بله بسیار سوال خوبی است. ببینید دیابت یک بیماری بسیار خطرناکی است، ولی در عین حال یک بیماری خیلی آرام است، یعنی یک شمشیر دو دمه. شما می توانید یک کار داشت بسون است، شما می توانید باهاش غذا خورد کنید، می توانید باهاش آدم بکشید. دیابت همینطور، شما اگر دیابت رو ولش کنید افسار گسیخته می شود و شما رو به مرگ می کشاند. خب معلومه پدر شما دیابتش رو کنترل نکرد. وقتی کنترل نشده است شما چه انتظار معجزه ای از چشم پزشکی ایشون دارید؟ درست مثل اینکه شما اینجا شعله آتش هست، من دارم آب میریزم روش، شما دارید نفت میریزید روش، شما دارید بنزین میریزید روش. خب این شعله رو ما نمیتونیم خاموش کنیم. مطمئنا اگر به این روالی که شما تعریف میکنید پیش برود، خب آینده چشمیشون زیاد خوب نیست. توصیه اول من، یعنی اون دوایی که شما دارید دنبالش میگردی که از من میپرسی آی دکتر آیا طریق دیگری هست؟ بله، کنترل شدید دیابت ایشون. من به مریض میگم که آقا شما در حد نزدیک به مرگ باید گرسنگی بکشید برای کنترل دیابت، یعنی در این حد. به نظر من شما باید یک دایت خیلی خیلی رستریکتد برای پدرتون بگذارید، نذارید هر غذایی رو بخوره، نذارید نون بخوره، برنج بخوره، ببندیدش به اصطلاح سالاد. مدیترینین دایت، همیشه من این مدیترینین دایت رو دارم ذکر میکنم که عبارت است از سبزیجات، سالاد، سبزیجات پررنگ، دانه های گیاهی، مغزه ها، عدس، نخود، لوبیا، آلیو اویل، ماهی. گوشت قرمز رو از زندگیش بریزید دور، وادارش کنید اگر پاش خوبه میتونه راه بره روز 30 دقیقه راه برود،
و دیابتش رو کنترل کنی. و معلومه اگر دیابتش رو کنترل نکنی هیچ دارویی وجود نداره که بتونه ایشون رو نجات بده. همه کارهایی که دکترشون کرده درسته، صحیحه، به دلیل اینکه ایشون قندش رو کنترل نکرد. بنابراین اگر میخواهید پدرتون اون یکی چشمش رو از دست ندهد، هیچ کاری نکنید، فقط قندش رو کنترل کنید. و کنترل کردن قند میدانم مشکله، میدانم کار سختی است، میدانم کار آسونی نیست، اما بهتر از اینه که آدم نابینا بشه یه جانش از دست بده. میشود شکم را نگه داشت، میشود هیچ چیز نخورد، کم خورد، غذاهایی که عرض کردم بخورید، ولی خب حداقل دیدتون رو حفظ کنید. بنابراین نکته اول دایت، نکته دوم کاهش وزن، حداقل باید هفته 5 پوند وزن کم کنید. نکته سوم روزی 30 دقیقه راهپیمایی. نکته چهارم رعایت و مصرف داروهای ضد دیابتی که دکترشون میدهند طبق دستور. اینا رو اگر رعایت بکنید نیازی نیست که دنبال دارویی بگردید برای چشمشون. چشمشون اگر داره خونریزی میکنه به خاطر اینکه در دیابتشون کنترل نیست. و اون چیزی که به اصطلاح معمولا بعد از عمل شبکیه روغنی تزریق میکنن در داخل چشم، این روغن باید سالها بماند، نباید در آورده در بیاریم دو مرتبه شبکیه جدا میشه. پس بنابراین اون روغن رو هم بگید در چشمشون نگه دارن و روی این چشمشون مواظب باشید. امیدوارم با کنترل قند خون بتوانید مشکلتون رو حل کنید. اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. الو، الو، خب مثل اینکه تلفن قطع شد، می توانیم با دوست دیگری صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. الو، الو جانم، بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. ببینید شما تیوی رو ببندید و با تلفن صحبت کنید، با تیوی صحبت نکنید. الو، الو، خب شما بفرمایید. بله جان. آی دکتر، من دکتر چشم رفتم و مشکلی که دارم مثل که ستاره ببینم، روزا که دراز میکشم رو تخت و مشکی میبینم ستاره هاره. قطره به من دادن، قطره اشک چشم مصنوعی، و یک ژلی به من دادن، دارم از اون استفاده میکنم ولی هنوز نتیجه نگرفتم. چی کار باید بکنم؟ دیدتون چطوره؟ دیدم با عینک نزدیکر، باید عینک بزنم، دور خوب میبینم، عینک احتیاج ندارم. خب اون ستاره ها با اون دو نقاط مشکی که میبینی چیز مهمی نیست عزیزم، اونا فلوترز هستن و مثل سفید شدن مو در بسیار از افراد این هستش، معمولا پدیدار میشن، بعد از مدتی از بین میروند، هیچ درمانی هم ندارد، درمانی هم لازم ندارد. بنابراین نگرانش نباشید، شما نگران این مطلب نباشید. خب اجازه بفرمایید که با دوست دیگری اگر برگشته صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. ممنونم، متشکر، خدا عمرتون بده. خدا نگهدار. الو، الو، آقای دکتر سلام. سلام عزیزم. آقای دکتر یک سوالی داشتم، کاتاراکت چشم میشه استرمس میکرد؟ کاتاراکت چشم میشه چی کرد؟ استرمس میگن، چی میگن نمیدونم، بذار پسرم بگه درست بگه. میپرسه ببینه که کاتراکت استمسل میکنن یا نه، چون من که میگم قبول نمیکنه حرف منو. متوجه نمیشم کاتراکت رو چی کنن؟
به جای عمل استمسل بکنن. استمسل؟ آره. والا من نمیدونم این رو از کجا شما پیدا کردید. استمسل چیه عزیزم؟ دارید در مورد کاتاراکت صحبت میکنید یا در مورد مکولار دیجنریشن؟ در مورد کدومش صحبت میکنید؟ من برای کاتاراکت دارم صحبت میکنم. من اطلاع دارم که یک دکتر چینی در UCSD رام 12 سال پیش هودا این آزمایش رو کرد که منم که زنگ زدم بهشون گفت که ما دیگه اون برنامه رو چیز کردیم، دیسکانتینیو کردیم. این فقط با سوزن اون کاتاراکت از داخل چشم میکشید بیرون و عدسی چشم رو سر جاش میذاش و داخلش استمسل تزریق میکرد و این چیز که لنز دوباره رشد میکرد. یه دکتری هم در سیدنی استرالیا این کاری مدتی انجام داد، بازم یه آقای دکتری بود این کار میکرد که من متاسفانه وقتی زنگ دادم باش توبت بکنم گفت دیگه بازنشست شده و دیگه اون این کار نمیکنه. من از مثلا خیلی شوی یه چیز که میکنم ببینید ریسرچ هز بین کندکتد تو فایند وی تو تریت کاتاراکت سیل اند تیسو بیس اند تراپوتیک پروسیجر ناو استراتژی فور دی پرپس اف اوکانر. این مقاله قشنگ میگه که استم سیل میتونه چیز بکنه ولی عملا هنوز پراکتیکال نکرده. ببینید عزیزم، آقای دکتر شجره میگه من استخونای ترک درد داره استم سیل میکنم. حالا این پسر منم میگه کاتراک چشم میشه استمسم کرد. آقای دکتر حالا گوش کنید که در موردش صحبت بکنم. گوش کنید، از تیوی گوش کنید. ببینید پزشکی یک علم پیشرونده است، یک علمی است که هر روز با تحقیق و ریسرچ پیش میره. یعنی ما روز به روز داریم تحقیق میکنیم، ریسرچ میکنیم، کارهای زیادی میکنیم که راههای جدیدی پیدا کنیم که مشکلات و مجهولات رو حل بکنه. بنابراین اگر کاری در این زمینه داره انجام میشه، البته در مورد استمسل ابدا من چیزی نشنیدم، ابدا چیزی جایی نخوندم. اینایی که شما میدونید برای من خیلی تعجب آوره و عجیب غریبه، برای اینکه همچین چیزی نبوده. برای قرنیه بله استمسل رو استفاده میکنیم برای به اصطلاح ایجاد قرنیه جدید، ولی در مورد کاتاراک هنوز همچی چیزی نیست. اون چیزی که الان فرانسوی یه مدتی داشتن روی یه مقدار دارو کار میکردن، عصاره جگر، عصاره بعضی از داروها که بتوانن جلوی پدید آمدن کاتاراک رو بگیرن، نه اینکه درمان بکنن، جلوی پدید آمدنش رو بگیرن، که البته اون پروژکت به شکست برخورد کرد و به جایی نرسید. در مورد استمسل من چیزی نشد. اون چی که مسلمه امروزه عمل جراحی کاتاراکت در سراسر دنیا با لیزر انجام می شود. لنز رو در میاریم و لنز جدید می گذاریم در داخل چشم مریض و چشم مریض بینا می شود. بنابراین دنبال استمسل و این چیزا نگردید، هیچ جا پیداش نمی کنید، کما اینکه در هیچ مجله. ببینید الان 8 مجله چشم پزشکی رو میز من هست، پشت همین کامپیوتر من، ولی یک کلام در این مورد درش نوشته نشده. چون حداقل هر ریسرچی را هم که شروع می شود در موردش مطالبی نوشته می شود و بنابراین به نظر می رسه که این یک موهوم است و چیز خاصی نیست. ولی به هر حال تمام این تحقیقات داره انجام می شه، روزی مطمئنن این کارا می شود. فرسونید که یکی از ایده هایی که در این مورد هست اینه که بیان سلول های عدسی جنین رو بگیرن، جنین های مرده رو بگیرن یا استمسل رو بگیرن، لنز تولید کنن، اون لنز رو در داخل چشم مریض تزریق کنن. نه هست، ولی هنوز فاصله زیادی داریم تا برسیم به اونجا. امروزه اگر شما کاتاراکت دارید باید برید دکترتون براتون عمل کنه با لیزر و کارو تموم کنه و مشکل برطرف بشه. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خب ببینید، همینطور که عرض کردم آقای دکتر نریمان نصیری به گروه ما پیوستن خوشبختانه و ایشون گلاکوما اسپشیالیست هستن و روزهای پنجشنبه در مطب مریض میبینن در مطب انسینو. دوستانی که گلاکوما دارن حتما تماس بگیرن با ایشون و براشون وقت بگیرن و ببینن ایشون. ایشون همینطور که عرض کردم که اساتید
دوهینی آی اینستیتوت هستن. دوهینی آی اینستیتوت هم که میدونی خوشنامترین مرکز چشم پزشکی دنیاست و کارشون هم بسیار عالیست. نکته دومی که ما دو تا سه برنامه پرسش و پاسخ از رادیو ایران داریم. دوستانی که در این برنامه نتوانستن با من صحبت بکنن در آن برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن تا پاسخ بدن. اجازه بفرمایید که با دوست دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. مرسی. از ببخشید، مادر من 61 سال مبتلا به بیماری شبکوری و تاکایاسوه. بعد دیدش به این صورته که بله بله جانم من گوش میکنم، بگی. دیدش به این صورته که گاهن دیدش اصلا ثابت نیست و صحنه رو با نورای رنگی میبینه، مثلا گاهن زرد رنگ میبینه، گاهن سفید میبینه، اما بعضی وقتا هم دیدش کاملا شفافه. آیا اینکه دیدش ثابت نیست طبیعیه؟ به چه علت میتونه باشه؟ و اینکه آیا داروهای تاکایاسو میتونن روی چشم اثر بذارن؟ ببینید، اونطور که من میبینم، چون تاکایاسو که خب یه بیماری ارتباطی با چشم نزدیک نداره، ولی اونچه که مادر شما ذکر میکنید، اگر شبکوری از قبل داشته، ممکنه رتینیتیس پیگمنتوزا داشته باشه که نمیدونم بررسی شده نشده در این مورد. کسانی که رتینیتیس پیگمنتوزا بله شبکوری از قبل داشته، بله احتمالاً، چون میدونید که کسانی که خب یک بیماری اتوایمیون دارن میتوانن بیماری دیگه هم داشته باشن. حدس من اینه که ایشون RP دارن، رتینیتیس پیگمنتوزا دارن، و در رتینیتیس پیگمنتوزا خب این تغییراتی که میگین هست. حالا کسی که رتینیتیس پیگمنتوزا داره، داروهایی که برای بیماری دیگه به خصوص بیماری تاکایاسو مصرف میکنه، میتواند رنگ بینی درش ایجاد بکنه، یعنی تغییرات رنگ درش ایجاد بکنه. تغییرات رنگ بیشتر ربط داره با دارو، اما شبکوریشون ارتباط داره با بیماری اصلیشون، یعنی بیماری چی؟ احتمالاً رتینیتیس پیگمنتوزا شون. اینه که از اون نظر به نظر من بایستی بررسی بشه. تشخیص بیماری رتینیتیس پیگمنتوزا اگر کلاسیک باشه مشکل نیست، اما انواع نان کلاسیکش که حتی با انواع نان پیگمنتریش هستش، یعنی پیگمنت ندارن، این خیلی سخته. ولی به هر حال با انجام تست های آزمایشگاهی و ERG و EOG میتوانن به راحتی تشخیص بدن، و اگر داره خب اون واسه دنبالش برید. و در مورد داروهای تاکایاسوش هم بایستی با دکترش صحبت بکنید، یه خورده دوزش رو مثلا کمتر بکنن که برای ایشون راحت تر باشه مصرفش. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. خب دوستان عزیز، همطور که عرض کردم، ساعت 2 تا 3 فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید. رادیو ایران، بفرمایید من شماره رادیو رو خدمتتون عرض بکنم. شماره بسیار 678M رادیو ایران که ساعت 2 تا 3 شما میتوانید تماس بگیرید، صحبت بکنید. 323-512-7264 323-512-7264 شماره رادیو هست در ساعت 2 بعد از. خب اجازه فرمایید که من یک نکته دیگر رو اشاره بکنم اگر فرصتی باشد. با این هستش که ببینید، بدن ما ساخته شده از آنچه که واردش می شود. یعنی اگر شما دایت تون رو و اونچه که وارد بدنتون می نمایید کنترل کنید و مواظبش باشید، مطمئنا سلامتی خودتون رو تضمین میکنه. در مورد خب تخصص من، بیماری های سطح چشم خیلی رابطه دارن با دایتی که بیماران دارن. حالا میخوایم ببینیم آیا داشتن دایت خاص لازمه برای کسانی که خشک چشم دارن، یا به زبان ساده تر دایت میتونه به اصطلاح کاهش خشک چشم رو ایجاد بکنه یا نه.
خوشگچش میدونیم که بیماری مالتی فاکتوریال هستش، یعنی یه بیماری هستش که عوامل متعددی در بروزش دخالت دارن. مثل چی؟ مثل تغییرات هورمونی، انوایرونمنت، داروها، بعضی از بیماری ها و منوپاز خانم ها و اندروپاز آقایون بعد از سن مثلا 50 سالی. و درمان ها هم بسیار متفاوت. حالا ما اگر اومدیم و درمان های مختلف رو برای بیمارمون انجام دادیم ولی خشکی چشمش هنوز ادامه پیدا کرد، باید ببینیم که چی رو ما از قلم انداختیم، کجا ما به کجا نپرداختیم که مریض ما خشکی چشمش خوب نشده. بیشتر اوقات به نظر میرسد که ما در مورد دایت با بیمارانمون کمتر صحبت کردیم و به اصطلاح کمکشون نکردیم. یکی از چیزهایی که مهمه باید بدانیم که به خصوص تحقیقات هم اینو نشون میده که مدرن یا ریسنت مدرن لایف استایل یا لایف استایل جدیدی که بشر داره چه از نظر تغذیه که متفاوته و چه از نظر لایف استایل. یعنی اینکه شما فرض کنید 60 سال پیش اصلا سلفونی وجود نداشت، آیپدی وجود نداشت، شاید کامپیوتری به این شکل امروز وجود نداشت، آیپدی وجود نداشت، ولی ما میبینیم امروز صبح تا شب مردم سرشون توی سلفونه، توی آیپده، توی کامپیوتره و در از چشمشون استفاده میکنه. خب طبعا خشکی چشم بسیار شایع تره، طبعا شیوه های درمانی بایستی متفاوت باشه. همینطور به همین نسبتی که مردم دارن از به اصطلاح این دیجیتال اسکرین ها به مقدار زیاد استفاده میکنن، استرس هاشون هم زیادتر میشه، خوابشون هم به هم میریزه، آرامش خواب گذشته رو نداره. پس بنابراین برای اینکه ما یک بدن سالم داشته باشیم به همه این ابعاد بایستی توجه بکنیم و همه این حرف ها، همه این مشکلات رو مورد توجه قرار بدهیم تا بتونیم بتوانیم بدنی سالم، در نتیجه چشمی سالم داشته باشیم و در نتیجه خشکی چشممون کمتر بشه. مثلا به عنوان مثال روزشیا رو در نظر بگیریم، بیماری که پوست قرمز میشه، اینجا پوست گونه قرمز میشه، روی بینی قرمز میشه، بین دو تا ابرو قرمز میشه، اینو ما بهش میگیم روزشیا. روزشیا یک بیماری آماسی پوسته که درسته که این بیماری به علت تغییرات به اصطلاح مایکروبی پوست ایجاد میشه، ولی یک رابطه خیلی نزدیکی به با مایکروبیوم روده داره و مسئله امروزه ثابت شده است که حتی کسانی که دمودکس میگیرن، اون میکروبی که میره توی پای مژه ها، خیلی از بیماری خشکی میگیرن، روزشیا میگیرن، بلفایتیس میگیرن، ام جی دی میگیرن و بیماری های اتو ایمیون میگیرن، کرونز میگیرن، روماتوئید آرترایتیس میگیرن، همه رابطه دارد با یک مسئله، مایکروبیوم. مایکروبیوم یعنی اون ترکیب میکروبی روده است که ما میتوانیم با دایتمون این ترکیب میکروبی رو به هم بزنیم، خرابش کنیم و تمام این بیماری ها رو در بدنمون ایجاد بکنیم، یا میتوانیم با یه دایت خیلی سالم و ساله این مایکروبیوم رو تقویت بکنیم و خیلی از بیماری ها رو پیشگیری کنیم، جلوگیری کنیم و حتی درمان کنیم یا آرامشون کنیم. بنابراین به مایکروبیوم رودتون بایستی توجه بکنیم و بدانید که چی تو دهنتون میگذارید. حالا البته من روی این مسئله خیلی دارم کار میکنم، یک کتابی دارم مینویسم در این مورد که امیدوارم این کتاب به زودی بتواند منتشر بشود و کمک کنه که اصولا ما چگونه بایستی با مایکروبیوم رودمون دیل کنیم و چگونه ازش محافظت کنیم. خب اجازه بفرمایید که من با دوست از دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. با درود و سپاس جناب دکتر، یک دنیا سپاس ازتون. اگر بدونید چجوری خودم رو رسوندم منظور که با شما تماس بگیرم، مهمان عزیز هر هفته ما. آی دکتر، من مریض همیشگیتون هستم، از آلمان زنگ میزنم، 74 سال سن دارم، دیابت دارم، بعد چشمم کلاکوم داشت، لیزر زدم، SLT زدم به اصطلاح، بعد مدتی تحت نظر شما بودم، دستور فرمودین سرطانو بریزم. بعد من حدوداً، یعنی میخوام بگم حدود 48 ساله اصلا سرما نخوردم، ولی همیشه اکتوب بینیم کیپ میشه. بعد منو میبرن رو کورتیزون،
80 میلی گرم یه حدود 5 روز. من تا دکتر روماتولوگم روماتریدم دارم. میگه یک ماهی ادامه بده. از زمانی که چشمم به خاطر فشار چشم عمل کردم، یه مقدار خیلی فوزیش با این مسئله برخورد میکنن. مهازا من الان تو این هفته کورتیزون شروع کردم که دیروز تموم شد دورش. من تا از امروز 5 میلی گرم رو دارم میخورم. جمعه پیش با دکتر چشمم که تماس گرفتم، گفتم من میتونم سراتانو بریزم، گفت میخوای بریزی بریز، ولی فشار چشمم رو گرفت 17 بود و 20، یعنی چشمی که عمل کردم 17 بود، چشمی که عمل نکردم 20 بود. منتها چون قرنیم زخیمه، سه تا شمارم باید بیام پایین دیگه. حالا خواستم از حضورتون خواهش کنم، من از همون شب سراتانو ریختم، ادامه بدم تا چند وقت؟ به نظر من شما اگر مشکلی با زلطن ندارید، مشکل نداره، اذیتتون نمی کنه، خشکی زیاد بهتون نمیده، اگزما بهتون نمیده، شب به شب هر شب همون ساعت یک قطره در هر چشمتون بریزید. برای اینکه به هر حال شما گهگاه کورتون مصرف میکنید، کورتون میتواند به هر حال عوارض دراز مدت داشته باشه، برای پیشگیری من توصیه‌ام اینه که زلطن رو شب به شب یک قطره بریزید، چون زیان زیادی نداره ولی منافعش بسیار زیاده. ناگفته نماند که زلطان جزء به اصطلاح پروستاگلاندین هاست که اینها اثر محافظتی هم روی عصب بینایی دارن، یعنی علاوه بر اینکه فشار چشم رو پایین میارن، اثر دوگانه دارن، اثر محافظتی هم روی عصب بینایی دارن و سودشون بیشتر از زیانشونه. بنابراین به نظر من ادامه بدید، هیچ ضرری نمی کنید و سودی هم میگیرید و خوشحالم که با مصرف کورتون فشارتون خیلی بالا نرفته. این فشار خیلی بالا نیست و این قبل از کورتون من این فشار رو داشتم، چون کورتون رو این هفته شروع کردم. با 80 میلی گرم شروع میکنم، بعد میره به 10 میلی گرم، 20 میلی گرم و بعد میرم رو 10 و 5. 5 و منتها دکترای رویما میگن حالا که مصرف میکنی اینو ادامه بده. مهازا من عرض کردم خدمتتون، سالی یک بار اکتبر معمولا این از آلمان زنگ میزنم خدمتتون، این مشکل برای بینی من پیش میاد که بینیم چیپ میشه، حالت سرماخوردگی ندارم، این کیپ میشه فقط، نه تب نه لرز نه استخوندرد هیچی. اما از کووید 19 تا حالا این سه سال اصلا دماغم کیپ نشده بود. من تو الان آلمان خیلی سرد شده، نمیدونم آگوست چرا این سرما پیش اومد، یه دفعه دماغ من کیپ شد. حالا من این سالاتانو بنا به توصیه شما بعد از عمل فشار چشمم رفت 27، شما فرمودین من ریختم، بعد رفتم ایران یه آقای دکتری که در بیمارستان نور کار میکردن، همکار پسرعمه من بودن، ایشون گفت لازم نداری، نمیخواد بریزی. بعد با شما که تماس گرفتم، شما فرمودین اگر میدانی دیدم و اینکه عصب چشمم مشکل نداره نریزم، ولی من هر وقت این مسئله کورتیزون تراپی رو دارم میریزم اینو، بازم بنا به توصیه شما. نه حتما استفاده، در دورانی که کورتون مصرف میکنید حتما بریزی. بله خیلی متشکرم، چون بازم همون میدانی دید و عصب چشمو دیدن مشکلی هنوز پیش نیومده. خب خوبه، ولی به هر حال به عنوان پیشگیری بریزید، اشکالی نداره. یک دنیا سپاس از لطفتون، ممنونم، امیدوارم که در زندگی سبز و خرم باشید، به باغ زندگی آبی روان باش، به سبزی ایمن از باد خزان باش جناب دکتر. یک دنیا سپاس که ما هر هفته منتظر شما هستیم. خب خدمتتون عرض کنم که یکی از عواملی که میتواند گلاکوما ایجاد کنه، حتی در کسانی که گلاکوما دارن گلاکوماشون رو تشدید کنه و در کسانی که گلاکوما ندارن گلاکوما ایجاد بکنه، مصرف کورتون به هر شکلی هست، یعنی چه به شکل قطره، چه به شکل قرص، چه به شکل پوماد، چه به شکل تزریق در مفصل، چه به شکل تزریق در به اصطلاح ستون فقرات، هر جا این میتواند واقعا باعث گلاکوما شود و در کسانی که کدرکتشون عمل نشده باعث کدرک بشود. همین دلیل ما توصیه میکنیم که تا اونجایی که میشود کورتون استفاده نشه، ولی کورتون گذشته از این کورتون داروی بسیار خوبی هم هست، بنابراین در جای خودش باید مصرف بشه، ولی وقتی دارید کورتون مصرف میکنید باید حتما تحت نظر چشم پزشکم باشید که ببینن فشار چشمتون بالا نرود
یا گلاکوما ایجاد نشود. اینا مسائلی هستش که باید حتما رعایت بشه تا سلامتی شما حفظ بشه. خب یک بار دیگه عرض کنم که ما در ساعت 2 همین امروز بعد از این برنامه، 2 تا 3 برنامه به اصطلاح پرسش و پاسخ رادیو رو داریم که اگر سوالاتی داری سوالاتتون رو مطرح بکنید در اون برنامه، اون سوالات رو من پاسخم گفت. تلفن رادیو رو هم یادداشت کنید از همین الان داشته باشید، 323-512-7264 323-512-7264. من فکر کنم دفعه پیش گفتم 312-521، نه 512-7264. این تلفن رو داشته باشید تا ساعت 2 که من در خدمتتون هستم برای پاسخ به سوالاتتون. خب عمه جان ما چقدر دیگه وقت داریم؟ فرصتی که به تلفن جواب بدیم نداریم. متاسفانه برنامه پایان رسید. برای دوستانی که با ما همراه بودن سپاسگزارم و برای دوستانی که روی خط موندن آرزو میکنم که بتوانیم در برنامه رادیو یا در برنامه هفته آینده با هم صحبت بکنیم. برای همه شماها آرزوی تندرستی و سربلندی میکنم. برای کشورمون، مردم کشورمون پیروزی، و برای حکومت آخوندی زبالدان تاریخ رو آرزو میکنم. و با سپاس از امیر عزیز، کارگردان فنی ما که همیشه مثل همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی کردن. امیر جان با سپاس، بدرود تا درودی دیگر.